این سوال از خودتون بپرسین که چرا تو سال 1401 بعد از حدود 3 سال از عرضه کنسول‌های نسل 9 سونی هنوز داره پلی‌استیشن 4 رو تولید میکنه؟ عجیبه نه؟ اگه میخوای جواب این سوال رو بدونی حتما تو آخرین ویدیو با من باش. پس به اپیزود جدید و تابازیمونه خوش اومدی. چند ماه دیگه 3 سال میشه که پلی‌استیشن 5 عرضه شده، اما اگه هنوز شما به فروشگاه ها برید میتونید پلی‌استیشن 4 اسلیم آکبند پیدا بکنید. حالا نکته جالب اینه که این پلی‌استیشن 4 قیمتشون هم افزایش پیدا کرده، یعنی نه تنها با عرضه پلی‌استیشن 5 پلی‌استیشن 4 ارزون نشدن بلکه گرونتر هم شدن. حالا ممکنه خیلیاتون بگید که نه بابا مونا، اینا گرون نشدن، ریال ایرانه که سقوط کرده، اینجوریه اونجوریه. نه 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 آقا، قیمت جهانی پلی‌استیشن 4 هم گرون شده. تا قبل از عرضه پلی‌استیشن 5 قیمت آفیشال پلی‌استیشن 4 هیچ زغلوش 299 دلار بود که شما اگه میگشتی تو فروشگاه آنلاین تا 250 دلار هم میتونستی پلی‌استیشن 4 رو بخری، ولی الان قیمت آفیشال شده 349 دلار، یعنی یه چیز زغلوش 70 80 دلار هم گرونتر شده. اتفاق خیلی عجیبی که تا به امروز هم اصلا سابقه نداشته. حالا نکته عجیبتر اینه که 349 دلار تقریبا قیمتی بوده که سونی داشته پلی‌استیشن 4 پرو رو میفروخته و حالا اومده پلی‌استیشن 4 پرو رو تولیدش رو متوقف کرده و اسلیمای معمولی رو داره به این قیمت میفروشه. حالا الان ممکنه یه دتون بگید که خب الان گرون شدن قیمت به خاطر کم بوده قطعات بوده، نمیدونم کرونا داشتیم. نه آقا، اصلا اینجوری نیست. الان مشکل کم بوده قطعات حالا یک سالی میشه که برطرف شده و تازه هم پلی‌استیشن 4 قطعاتی که توش به کار میرفته قطعاتی بوده که مال 10-12 سال پیش بوده. بعید میدونم که این قطعات با کمبود مواجه شده باشه. شاید هم یه عدتون بیاید بگید که نه مون، این پلی‌استیشن 4 آکبندی که داری میبینی توی بازار همه تولید قدیمه، مثلا مال سال 2019-18. سونی هم الان اومده مثلا داره انبارش رو از PS4 خارج میکنه که بازم اینم اشتباهه. چرا؟ شما الان مدل باندل مدرن وارفر دور در نظر بگیرید، سریال نامبرش رو که توی اینترنت چک میکنی متوجه میشی که این کنسول تولید اواخر سال 2022، یعنی برای 2-3 ماه پیش بوده این کنسول تولید شده، یعنی اینا تولید قدیم نیست. سونی داره هنوز این PS4 رو تولید میکنه که این اتفاق هم خیلی اتفاق عجیبیه بچه ها، چون که پلی‌استیشن 5 توانایی اینو داره که تمام بازی‌های پلی‌استیشن 4 رو بدون کوچکترین مشکلی و حتی با رزولوشن و فریم بهتری اجرا بکنه و تفاوت قیمت آنچنانی هم نداره. حالا مثلا پلی‌استیشن 5 گرونتره ولی آنچنان هم گرونتر نیست. الان پلی‌استیشن 5 دیجیتال هولوش 24.5 میلیونه، PS4 اسلیم 18 میلیونه، یعنی فقط 7 میلیون تومان این دوتا کنسول با هم فرق دارن قیمتی. حالا نکته جالبتر از اون میدونید چیه بچه ها؟ اینه که یه تفاوت قیمتی خیلی زیادی هم بین PS4 دست دوم و PS4 آکبند وجود داره. الان دست دومش شما با قیمت 8 تومن 9 تومن میتونید تهیه بکنید، ولی ارزون ترین PS4 آکبندی که من تونستم آنلاین پیدا بکنم نزدیک 18 میلیون قیمتش بوده. البته اینم بهتون بگم که همه که اینا دلیل داره که من تو طول ویدیو دلیلشو بهتون میگم. خرید PS4 حتی توی سال 1402 یه سری فواید داره. اول از همه بازی‌های درجه 1 و انحصاری عالی که برای این کنسول اومده. شما الان مثلا لاستافاز رو در نظر بگیریم بچه‌ها، شما مثلا الان در حال حاضر دارین ورژن PS3 شو با ورژن PS4 شو می‌بینید. همونجوری که دارین می‌بینید گرافیک توی PS4 خیلی بهتر شده و از اونجایی که این بازی هم یه بازی خیلی قدیمیه، شما یه قیمت ناچیزی می‌تونید این ورژن PS4 رو تهیه بکنید و از انجام دادنش لذت ببرید. اصلا کلا بازی‌های انحصاری که برای PS4 اومده خیلی عالیه. ما کلی بازی انحصاری درجه 1 داریم که بازی کردنشون همین امسال هم حال میده. آنچارتد، گاد آف وار، لاست آف آس، اسپایدرمن، گوستاف سوشیما، همینجوری لیست ادامه داره. یعنی واقعا برای کسی که این بازی‌ها رو بازی نکرده خرید PS4 میتونه ارزشمند باشه.
یکی از نقاط خیلی مهم PS4 اینه که بچه‌ها سخت افزارش یه جوری که بازی‌ها خیلی خوب براش بهینه میشه، یعنی با اینکه این کنسول برای سخت افزارش مثلا برای 10 12 13 سال پیشه، هنوز بازی‌سازا میتونن بازی‌های خودشون رو براش بهینه بکنن. تا جایی که سونی تا همین امسال هم بازی‌های انحصاری خودش رو برای PS4 هم عرضه می‌کرده، بازی‌های مثل گاد اوف وار رگناروک، هورایزن فوربیدن وست دیگه و کلی بازی‌های دیگه. حالا نکته جالب اینه که تمام این بازی‌ها به راحتی با رزولوشن 1080 و فریم 30 هم اجرا میشن. همین بهینه پذیری عالی هم باعث شده که شرکت‌های دیگه مثل کپکام هم بیاد بازی‌های خودشون رو روی PS4 هنوز عرضه بکنن. مثلا رزیدنت ایویل 4 ریمیک روی PS4 اومده ولی روی Xbox One نیومده، چون Xbox One سخت افزارش خیلی دیگه outdated شده و دیگه ساخت بازی براش توی سال 2023 خیلی سخت شده. حالا جدای از اون بچه ها خیلی هستن که هنوز تلویزیون 4K ندارن، هنوز دارن مثلا با تلویزیون 1080 یا حتی 720 بازی میکنن و گیم میزنن. برای این افراد بدون شک PS4 میتونی یه انتخاب خیلی خوب باشه. شما الان مثلا PS5 رو بیا بخری، وقتی نمیتونی از امکاناتش بهترین استفاده رو بکنی، تا اصل داری برای چیزی پول میدی که هیچ وقت قادر نیستی که بیای از امکاناتش استفاده بکنی. اما احتمالاً سورپرایز میشید که بهتون بگم دلیل این که سونی هنوز داره PS4 رو تولید میکنه هیچ کدوم از این حرفایی که تا اینجا زدم نیست. اونا دارن یه بازی خیلی زیرکانه با ما گیمرا میکنن. حالا اون چیه؟ ما میدونیم که قیمت PS4 340 دلاره و قیمت پلی‌استیشن 5 500 دلاره، یعنی یه چیزی هولوش 150 دلار تفاوت قیمتی بین این دوتا کنسول وجود داره. در شرایط معمولی اگه ما مثلا این دوتا کنسول رو فقط توی بازار داشتیم، خیلی از افرادی که نمیخواستن زیاد هزینه بکنن یا مثلا فقط میخواستن انحصاری های سونی رو بازی بکنن، 100% به سمت PS4 کشیده میشدن. چرا؟ چون خب یه چیزی هولوش 150 دلار ارزون تره. اما سونی اومده این وسط یه حرکت زیرکانه زده و کنسول پلی‌استیشن 5 دیجیتالی رو معرفی کرده. قیمت این کنسول هولوش 399 دلار، یعنی فقط 40 دلار از PS4 گرون تره. حالا شما به من بگید، عقل سلیم میگه شما بری PS4ی بخری که مال 12 سال پیشه یا PS5ی رو بخری که کنسول نسل نهمیه و تا 7-8 سال آینده هم قراره براش بازی بیاد؟ خب معلومه همه ما PS5 دیجیتالی رو انتخاب میکنیم دیگه، درسته؟ و اینجوری سونی یه جورایی داره ما رو هول میده به سمت نسل 9، یعنی در واقع سونی اومده PS4 رو توی خط تولید نگه داشته، قیمتش هم افزایش داده تا یه جورایی جذابیت پلی‌استیشن 5 دیجیتالی رو برای ما بیشتر بکنه. حالا ممکنه بپرسین که حال چه کاریه؟ سونی PS4 هم بفروشه سود میکنه، PS5 هم بفروشه سود میکنه، چه کاریه بیاد ما رو هول بده به سمت PS5؟ آها، اینجا نکته جالب است بچه ها. شاید خیلیاتون ندونید ولی کنسول PS5 دیجیتالی برای سونی به مراتب سوددهیش از PS4 و حتی پلی‌استیشن 5 دیسک خور هم بیشتره. چرا؟ چون که خب بچه ها ما میدونیم که سود اصلی شرکت های کنسول سازی از فروش کنسول نیست، بلکه از فروش بازیه. حالا وقتی که شما میای یه کنسول دیجیتالی رو میخری، دیگه نمیتونی از بازی های دست دوم استفاده بکنی. همین موضوع باعث میشه که شما همیشه مجبور باشی که از خود سونی بازی هاتو بخری. این یعنی نه تنها سونی، بلکه سونی، مایکروسافت و حتی نینتندو از خداشونه که این بازی‌های فیزیکی جمع بشه و تمام گیمرها بازی‌هاشون رو از استور بخرن. رو همین حسابم اومده این بازی رو برای ما راه انداخته، اومده قیمت PS4 رو آورده بالا، تولیدش هنوز نگه داشته تا گیمرهای رو یه جوری هول بده به سمت PS5. دلیل اصلی در واقع اینه. خب نظر شما در مورد این استراتژی سونی چیه؟ تا حالا به این موضوع PS4 این شکلی فکر کرده بودی یا نگاه کرده بودی؟ حتما نظرتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.